لو فراری شده از نه ترکیه به من خاطر اینکه بدهکاره. نه آیا نه این نه درسته؟ دوستان، آپارتمانی رو که در استوری قبلی بهتون معرفی کردم، یه آپارتمان آه گفتن قسمت مشک پایینت خیلی خوب شده. نه ولی بابا میدونه تطلو دهن مادرتو دید. خیلی بچه ها، چند روز پیش فیلم خیلی عجیب و غریب اومد بیرون، میگفتن تتلو تو راه دادسرا بود و میخواستن منتقلش کنن، ولی با واکنشی جنجالی مردم روبرو شد و مجبور شدن تتلو رو برگردونن به زندان، که به نظر میاد این ویدیو فیک باشه. بیایم ببینیم ویدیو جنجالی رو با هم ببینیم. جنگ میخوای بری؟ آقا رفیقه چه به خدا رفیقه تو دشمن ولی خب از اینا که بگذریم، مثل رفشگاهی جدید از ماجرای اومدن تتلو به ایران بوده که خیلی عجیب و غریبه. بریم اینا رو تا آخر ببینیم و بعدش هم لایو خواهر تتلو که توی این بلبشوه گرفته شدن تتلو توسط پلیس ایران اومده داره تبلیغ ملک میکنه و خیلی عجیب و غریب داره تبلیغات میکنه که خیلی رو شوکه زده کرد. توی سوشال مدیا به مردم توضیح پس بدن. اینجوری نمیشه که. یعنی چی؟ در پخش شده امیر تتلو فراری شده از نه من که اینکه بدهکاره. نه درسته؟ به صراحت و 100% اینو میگم، امیر تتلو به خاطر مسائل مالی و قراردادش فرار نکرد بره ایران. امیر فرار نکرد، به نقطه‌ای رسیده بود. آره. مافیا. فقط دوستش که برگرده بره، که شاید یه سری، شاید رسیده بود به ته خط، شاید رسیده بود به نقطه‌ای که میدید که نمیتونه تو ترکیه اون چیزایی که دوستاش بهش برسه رو برسه، به خاطری که توی نقطه ثابتی نگهش داشته بودن، نه اجازه میدادن جلو بره. ببین چجور میشه که امیر تتلو 4-5 سال توی ترکیه باشه و اقامت ترکیه. دوستان، آپارتمانی رو که در استوری قبلی بهتون معرفی کردم، یه آپارتمان فول فرنیشه که مالکمون قصد مهاجرت دارن و با این سلیقه خوبشون همه این وسایل رو با این آپارتمان تقدیم شما میکنن. هم قیمت آپارتمان رو آوردن پایین و هم آپارتمانشون در بهترین لوکیشن بلوار گیلان در هدایت قرار داره و این یه پوان مثبت برای دوستانی که از خارج از رشت میخوان تشریف بیارن و اینجا زندگی کنن، که هم در بهترین لوکیشن زندگی میکنن و هم وارد یه خونه فول فرنیش میشن. اینا که بگذاریم، وحید خزایی بالاخره دستشو نشون میده و تو بیمارستان رو خیلی عجیب و غریبه. بعد مصاحبه جنجالی که راجع به تتلو داشت، یه سری اتفاقی خیلی عجیب و غریب واسش افتاد که داشت تا قطع شدن دستش هم میرفت، ولی الان دستشو نشون میده و خدا رو شکر داره حالش بهتر میشه، که خیلی عجیب و غریبه. سلام بیبی جون. لفت گارو بابا بیبی جون. بچه ها گفتن قسمت مشک پایینت خیلی خوب شده، مشک بالات یک اینچ داخلش کسوشه هست که تو این دو سه روزه تمام میشه و شاید هم تمام نشه، به عمل ختم بشه، ولی منتهی مرتب به استخون نرسیده. و خدا رو شکر خودشون دست و پاس گذاشتن، گفتن بذار چند سال هوا بخور. خواستم شما هم در جریان باشید. همه الان میدارم کردن بهم گفتن هم که با استخون نرسیده. لعصبانی و دوستای تتلو مدیر برنامه ها اینا رو دستشون رو کرده و گفته که اونا باعث شدن تتلو بره ایران و الان تهدیدشون داره میکنه و ازشون میخواد که بیان مصاحبه کنن و همه حقیقتا رو بگن، که خیلی 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 جنجالی شده این حرفی. و دوستان، آقایون هنوز با ما هیچ با
صحبت نکردن که بخوان بیان جوابیه لایو چند شب پیشو که با آقای مقدم و یعقوبی در مورد کنسرت ها گذاشتیم بدن. و عرضم به حضورتون که تو این مدت خیلی بیشتر از این چیزا به گوش ما حرف رسیده و ما فقط داریم نگاه میکنیم ببینیم اینا تا کجا میخوان ادامه بدن، یعنی ببینیم تا کجا میخوان برن جلو، پیش برن جلو. و بهتون بگم دوستان، آقای سلاپور اینو اونو وساطت نکشید پاشونو که به من زنگ بزنن من بی خیال شم. چرا برمیگردی آدم پیدا میکنی به مربی تیم ملی ایران بگه به من زنگ بزنه که ولت کنم؟ مگه اصلا من تو رو گرفتم؟ مگه قبلا کمتر از آقا به شما کسی چیزی میگفت؟ همون جور هم الان با همون لحجه آقا شما باید بیای بشینی جواب پس بدی، خودتو بشوری. خیلی خیلی چیزا هستش، از پیجی که تتل تیکت هنوزه که هنوزه داره برای ما عکس میفرسته تا اتفاقاتی که افتاده و پولهایی که شما دریافت کردی، کمیسیون های 80,000 یورویی که پول گرفتی و به ما میگفتی پولی نگرفتی و به ما میگفتی از جیبت برای امیر خرج کردی و به ما میگفتی بلیت امیر نفروخته، به دروغ گفتی 3 تا بلیت فروخته. چرا هیچ کدوم از شما امیر دیوا آقای سلاپور، شما که ادعای رفاقتتون میشه با ما، به ما نگفتید که امیر برای آلمان کنسرت آلمان 6000 تا ویتینگ داشته فقط؟ چرا به مردم نیومدید اینا رو بگید؟ چرا قضیه یه سری ساز تو خونه سیاوالتون توی استانبوله، قضیه این سازا چیه؟ سازا برای کیه؟ برای امیره. قضیه این سازا چی میشه؟ و آقای امیر دیوا ازت یه خواهش میکنم، توی مسیجی که تو واتساپ به من میگی اوکیه، ولی من عددی نیستم آقای سلاپور، آقایون محترم، مردم، ملت، من عددی نیستم بخوام کسی اینجا بیارم سلاخی کنم. من مثل شما نیستم که رفیق منو تنها گیر آوردید تو لباس رفیق، تو لباس بره اومدید، دوشیدید، کندید، بعد آخرش هم فوش بهش ضربه زدید رفتید. من یک تریبونی در اختیار دارم، اونو در اختیار کسایی میذارم که مدارک دارن. خودم هم از اول گفتم چیه داستان. از اینو که بگذریم، ستاره دوست دختر قبلی تتلو که میگفت تتلو رو باید شاشی رو از اینجور صحبت ها، دوباره اومده به تتلو فحاشی کرد و خیلی عجیب و غریب میگیره و تتلو خیلی هم عصبانیه. واقعا فکر کنم همینجوری نشستم نرفتم، دو بار من پزشکخانه رفتم. پزشکخانه اولی که رفتم بردنم تو 4 تا دستگاه. اینا که میخوابی امارایی چیه؟ سیتی اسکن بردن، امارایی همه کار کردن تو آنتالیا. تتلو رو تو دهن مادر تو سارا جان بیادم انتایلیم سلطانتون رو خریدم، ببخشم. دلتون میاد کفت بخورم؟ نه، ولی بابا میدونه تتلو دهن مادرتو رید. پشت دهنت تا داره دارم بچه ها، من بیادم نیستم اصلا، ولی تصویر که برم میکنم باید جا بکنم. نمیشونم تتلو به خاطرات بیم از بچه ها. خلا بچه ها، ویدیو امروز حتما ویدیو رو لایک کنید تا بتونیم ویدیو با کیفیت تری به دستتون برسونیم. نوتیفیکیشن های چلم آن کنید تا اولین فرصت خبر رو دنبال بکنید. عشق و عید، تا ویدیو بعدی میبینمتون.